اون احساس بیگانگی، احساس بیگانگی با خود به نظرم یکی از اون شاخصهایی بود که من از همون لحظه اولی که از زندان آزاد شدم این احساس رو و این فهم رو کاملا داشتم که از زندان کوچکی آزاد شدم و به زندان بزرگتری به اصطلاح حضور پیدا کردم. و این بی‌اعتمادی به همه از جمله به نزدیکان خودم یکی از اون مؤلفه هایی بود که وجود داشت در من و بروز پیدا کرد. با بدن خودم هم تا سالهای سال بیگانه بودم. خودم آدم درونگرایی هستم ولی بعد از اونجا بیشتر درونگرای شده بودم، به خاطر اینکه حتی در مورد خیلی از اون اتفاقاتی که در زندان برام افتاد من با خانواده خودم هم هرگز حرف نزدم. شاید بعضیاشون همین الان هم به اصطلاح تازه بشنون خیلی از این چیزا در تلویزیون بعد از این همه سال. بعد طبیعتا خیلی مخفی کار شده بودم، به هیچ کس اعتماد نداشتم و اینها چیزایی بود که در من موند و بخشی از شخصیت من شد که همش ناشی از اون تجربه بود. یعنی اگرم من برفرض درونگرایی داشتم که با یه شخصیت، یک بعد شخصیتی است، تبدیل شد به چیزای بیشتری از جمله مخفیکاری، از جمله بی‌اعتمادی، از جمله حس این که هیچ پشتیبانی نداری و اینکه حتی به نزدیکترین کسانت هم نمیتونی اعتماد کامل داشته باشی. هیچ جوری احساس امنیت نمی‌کردیم، ولی گفتی شاید هم الانم دارن میشنون. وقتی که اینو میگی به نظرم میاد که انگار که اینجوری میشنوم که انگار می‌خوای به اونا هم توضیح بدی که بفهمین که من چه اتفاقی برام افتاده بود.